سنه 4 ایولی سال 2021 والدانی عنایت و رفایده ولیونا سال تولدش 2013 استقامت کنندگان جماعت شهرک نواباد ناحیه رودکی با مقامات میلیسیا اوید بدره غیب زدن فرزند نابالغ خود با عریضه مراجعه نمودند. نام برده همچون نفری بینام نشان گم شده در کوفتکوف قرار داشت. در نتیجه دور نمودن چوربنیوی جستجویی و پرسشوی اپراتیوی کارمندان میلیسیا جسدی سر از تن جدای نابالغ را در داخل حاجتخانه منزل اسخوماتی همسایه آنها پیدا نمودند. معلوم گردید که نابالغ به نام نشان غیب نزده است، بلکه با یک بی‌رحمی مخصوص به هلاکت رسانیده شده است. همچون گمانبر در صادر کردن جنایت مخصوصا وزنین از جانب کارمندان شعبه کشادن جنایت مخصوصا مهم ریاست کوفتکوف جنایتی وزارت کارهای داخلی در یک جایگی با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه رودکی شهروند گدایف رحمت الله اسرائیلوویچ سال تولدش 1990 ساکن ناحیه رودکی جماعت دهات نواباد کوچه رودکی بینه 52 حجره 11 که در همسایگی جرمیدگان زندگی میکرد معین و دستگیر کرده شد. طبق نشاندادی دستگیر شده نابالغ همسال دختری او بوده است و پیوسته در منزل اسقامتی آنها همسالان با هم بازی میکردند. آن روز نیز با همین مقصد نابالغ مرحوم به خانه همسایه آمده بود، ولی گدایف رحمت الله که در حالتی مستی قرار داشته است از نبودن دیگر اعضایان آیله استفاده نموده، با استفاده زورآوری با روحی بوغی کردن به ناموس دختری نابالغ دست درازی کرده، سپس با کارد خواجگی داری نابالغ را به هلاکت رسانیده است. پس از صادر کردن این جنایت متیش و ننگاور، گدایف رحمت الله برای از بین بردن ایز جنایت جسد نابالغ را به داخل حاجتخانه نزد منزل استقامتیشان پرتفته، با خاک و ریگ بالای جسد را پوشانیده است و خونهای ریخته نابالغ را با آب شسته پاک کرده است. حالتهای مذکور از آن شهادت میدهد که گمانبر شده گرچند مشروبات اسپریتی استعمال کرده باشد هم، ولی رفتار و کردار خود را درک کرده میتوانست. از طرف دیگر در حالت مستی صادر کردن جنایت جوابگری جنایتی را وزنینتر می نماید. این همون منزل استقامتی است که نابالغ 8 ساله با امید بازی با همسالان خود وارد گردید و قربانی کردارهای بد اخلاقانه و ناجوان مردانه صاحب خانه گشت. من همین در و دیوار شاهد بی واسطه فریاد و ناله و شیونهای نابالغ بودند. بد اخلاق حیوان سرشت برای قانع نمودن نفس شهوانی خیش نابالغ را تجاوز و سپس با استفاده از کارد به هلاکت رسانید. کارکردهای اپراتیوی میلیسیا نتیجه داد. جنایت مذکور در گرما و گرمی آشکار و صادر کننده آن در حال دستگیر کرده شد. حادثه مذکور باعث نگرانی اهل جامعه بخصوص استفاده برندگان شبکه های اجتماعی اینترنتی گردید. هر کدام از مقامات طلب می نمایند که به صادر کننده جنایت گشناشنید جزای سنگین پیشنهاد کرده شود. وابسته به جنایت مذکور نسبت گدایف رحمت الله در اساس ماده 104 و 138 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده نام برده در حبس پیشگی قرار دارد. تفتیشات پیشگی جنایتی مذکور از جانب مقامات پرکوراتورا براه مانده شده است.